سریال جزیره رو ببینیم یا نه؟ توی این قسمت از برنامه ببینیم یا نه در موردش تصمیم گیری میکنیم. متهم صحرا صراف برای ارائه آخرین دفاع به جایگاه میره. سلام، احسان منصوری هستم. توی این قسمت از برنامه ببینیم یا نه بررسی میکنیم قسمت اول سریال جزیره رو، ساخته سیروس مقدم با بازی خواننده مطرح امیر مقواره در یکی از نقش‌های اصلی خودش. جاییم که دور بزنیم همو دور هم بگم. تصنع سکانس اول این سریال رو میذاریم به حساب اینکه توهمه و ایرادی بهش نمیگیریم. منصفانه اینه. همین که تیتراژ آغازین سریال مثل مشابه‌های خارجی بروز در حال حاضر طولانی نیست و خیلی کوتاه و مینیماله، میاد سری میره، بعد بهش نمره خوبی داد. توی این سریال مواجهیم با شخصیت پردازی های کلیشه‌ای. کلیشه آدم بدا مثل همیشه هستن. چجوری هن؟ با جت شخصی میان، اینجوری حرف میزنن، عینک بزرگ میزنن، خیلی رو و مشخص بدن و و و خودتون میدون. جنس موسیقی که تلفیق شده توی کار و نوع تصاویر و نوع نمایش اینها، تلفیقشون با موسیقی یک جوریه که انگار قراره یه اتفاقی بیافته. بوم بوم، به شدت حماسی، به شدت استرس آور، قرار تکونمون بده انگار، ولی در کمال تعجب هیچ خبری نیست. پلان‌های اضافی و متعدد از زوایای مختلف برای هیچ. موسیقی اوج میگیره، هیجان تصویر میره بالا، کاراکترها حرکت میکنن، میرن میشینن پشت یه میز. همین. نه تنها این حرکت هیجان انگیز ابتدایی سرآغاز یک اتفاق در سکانس بعدی نیست، بلکه سرآغاز یک اتفاق در سکانس بعدی بعدی و حتی بعدی 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 هم نیست. خبری نیست. حرکت به سوی هیچ. در مورد بازیگری ها، بازیگرهای مطرح خوب با تجربه آشنایی که به عنوان بازیگر خوب همیشه میشناختیمشون، مثل حسام منظور، مثل کاظم سیاحی، مثل میترا حجار، اینها خوبن همچنان. و بازیگرهای جوونی که آمدن، نوپایی که آمدن و نقش اصلی گرفتن خوب نیستن، خصوصا امیر مقواره که اصلا خوب نیست واقعا. حالا شاید جلوتر بهتر بشه، جا بیفته. چیزی که الان تو قسمت یک دیدیم خیلی بده. و اون خانومی که نقش اصلی رو داره بازی میکنه، ایشون هم بازی یه مقداری از امیر مقواره بهتره، ولی جا داره هنوز. راستش شهروز دلافکار با وجود اینکه توی قورباغه، تو اپیزود یک قورباغه بود، دوست نداشتم بازیشو، اینجا خیلی دوست داشتم. خیلی خوب بازی کرد. آره. هرچی شلوغی و تعداد زیاد پلان‌ها در سریال پایتخت آقای مقدم در راستاست و کمک میکنه به کمدی و حتی کمدی رو میسازه، اینجا اصلا نشده. مامرزا فروتن رو علارغم تقریبا همیشه اینجا دوستش نداشتم. تشابه پوستر سریال جزیره به پوستر انیمیشن لوکا هم اتفاق جذابی نیست به نظرم. ببخشیدا، اینجا VIPه، رزروه، نمیتونید اینجا بشینید. ببخشیدا، این آسانسور VIP هست، نمیتونید با این برید بالا. باشه دیگه. چقدر واقعا در مسیر همیشه باید حرکت کرد. همون همیشه. مسئولم که به بخش های تاریک این کشور نور بتابونم تا. آدم خوبه بین این آدم های ثروتمند اونیه که به این گربه کوچولو کمک میکنه. این احتمالاً خوب خواهد موند توی اون جمعی که همه فاسدن. البته که کاراکتر خود امیر مقواره هم ظاهراً ذات پاکی داره، چون شاید حالا اسم راخمانینوف به گوشش خورده. سرگئی راخمانینوف، اون موسیقیدان بزرگ رو میشناخت. آدم مطالعه گری ظاهراً. به ذات آدم بدی نیست احتمال. حالا جلوتر مشخص میشه. بعدا این حسام منظور و محمد رضا فروتن و اینان، ایشون خود آقای سیروس مقدم هستن بر کسایی که متوجه نشدن. و این حضور میشه یه حضور هیچکاکی، چون هیچکاک هم علاقه من بود تو آثارش یه کوچولو بیاد بره. این سکانس دیگه اوج آزاردهندگی بود به نظرم، دیگه خیلی شاهزاده و گدا شد. رسید، حالا بگو. بله،
فلانی جلال و جبروت داره که اون بشنوه، از بالا داره میاد و هماهنگ کردن با هم دیگه. کارگردان خواسته، این حسو میده دیگه. رفتی و با رفتنت خورد شدم. اون کاشتی که توی تیتراژ پایانی دو سه تا پلان اتفاق افتاده از قسمت بعدی، خوبه اونایی که تیتراژو میبینن اگه با این برخورد بکنن براشون جالب میشه قسمت بعدی چه اتفاق خواهد افتاد. ایده خوبی بود، اجرای درستی پیدا کرده. شکست وجودم. اسم سریال به نظرم خیلی خوب انتخاب شده، جزیره، چون ما صرفاً یک جزیره خوب و جذاب برای سفر میبینیم، نه یک سریال با شخصیت‌ها و یه داستان گیرا. با عرض ادب و احترام به دوستان بسیار خوبم در سریال جزیره که خیلی دوستشون دارم واقعا، سریال جزیره در لیست نبینیم های برنامه ببینیم یا نه قرار میگیره، ولی از اون سریال هاست که مشخصه مخاطب خودش رو جذب میکنه و خوب دیده میشه. آرزو موفقیت دارم براشون. این صرفا نظر من بود. مرسی که همراه من بودید. نظرتون رو در مورد سریال جزیره حتما بنویسید، در مورد بازی امیر مغاره هم همینطور. خیلی مخلصم، احسان منصوری هستم. خدافظ. کانال رو سابسکرایب کن، زنگوله رو بزن تا محتوای جدید در مورد سینما گذاشتم زود بیای ویدیو رو ببینی، همراه این خانواده که اینقدر زود بزرگ شد بشو. مخلصم.